به نام حق و حقیقت، درود بر شما حقجویان گرامی. امروز قصد دارم راجع به مبحث قدیمی و مهم دور و تسلسل با شما عزیزان صحبت بکنم. مبحث دور و تسلسل مبحث بسیار پیچیده است و نمیشه انتظار داشتش که توی یک جلسه مختصر تمام جوانب و زوایای این بحث بررسی بشه. اما من میخوام تمام تلاش خودم رو انجام بدم تا توی این قسمت شما درک کامل و جامعی راجع به موضوع دور و تسلسل پیدا بکنید. و اگر شنیدید که کسی میگه دور محال است یا تسلسل محال است، حداقل این رو متوجه بشید که اینها دارن راجع به چه مسئله ای صحبت میکنن اصلا. قصدشون از بیان کردن این عبارت دقیقاً چیست و چی رو میخوان به شما منتقل بکنن. شاید خود فهمیدن همین که اینها منظورشون چیست از این که میگن تسلسل محال است، خودش یک جلسه وقت بگیره و مبحث بسیار مهمی هم باشه. من دقت کردم دیدم کسانی که سعی میکنن بیان بکنن که تسلسل محال نیست و کسانی که سعی میکنن بیان بکنن که تسلسل محال است، اینا بیشتر از اینکه توی برهان با هم دیگه اختلاف داشته باشن، سر مفهوم با هم دیگه اختلاف دارن. یعنی اون چیزی که اون میگه محال است با اون چیزی که دیگری میگه محال نیست یکی نیستن. بحث تسلسل بحثی بسیار قدیمی و کهن هست در فلسفه و منطق و اهمیت اون هم بسیار زیاد است. یعنی شما در کمتر برهانی از برهان‌های فلسفی مشاهده می‌کنید که بحث محال بودن تسلسل استفاده نشده باشه. و بحث دیگری هم که به مبحث تسلسل خیلی مرتبط هست، بحث بی نهایت هست. قطعا نمیشه توی یکی دو جلسه راجع به بی نهایت صحبت کرد و تمام مطلب بی نهایت رو بیان کرد، اما سعی میکنم کنار مباحث دور و تسلسل اشاراتی هم به بحث بی نهایت و نامتناهی داشته باشم که ذهن شما با مفهوم بی نهایت هم یک مقداری مأنوس‌تر بشه. اجازه بدید یک تعریف اولیه از دور و تسلسل برای شما عزیزان ارائه بکنم. مفهوم تسلسل در معنای لغوی به این هستش که چند چیز کنار همدیگه قرار داشته باشن و دور هم همین هست، یعنی چند چیز کنار همدیگه قرار داشته باشن، به این شرط که ما اگر روی این اعضا حرکت بکنیم بتونیم در نهایت به عضو ابتدایی که حرکت رو از اون آغاز کردیم برسیم. خب آیا در تسلسل شرط هستش که تعداد اعضا بی‌نهایت باشه، این چیزهایی که پشت سر هم قرار گرفتن؟ نه، واقعا این شرط بین اعضا وجود نداره که ما بهش بگیم تسلسل. یعنی چند نفرم که توی صف وایسادن یک جایی، ما به اینها میگیم یک سلسله، یک تسلسل. و در دور هم لازم نیستش که تعداد اعضا حتما محدود باشه. یعنی بعضی ها گمان میکنن که دور باید حتما تعداد اعضای محدودی داشته باشه، تسلسل تعداد اعضاش نامحدود باشه. نه، این شرط شرطی نیستش که ما در تعریف دور لحاظ کرده باشیم. صرف این که شما بتونید جوری تعریفی داشته باشید از تعدادی از اعضای یک مجموعه که اینها با همدیگه ارتباط داشته باشن و شما بتونید روی این اعضا حرکت رو تعریف بکنید و در حرکت خودتون بتونید به عضو ابتدایی برسید، این دور رو برای شما ایجاد میکنه، هرچند که شما از روی نامتناهی عضو عبور کرده باشید. مثالی که میتونم بزنم شاید که به ذهنتون یک مقداری نزدیکتر بشه، دایره ای رو در نظر بگیرید که در یک فضای مختصات دو بعدی رسم شده. تعداد نقاطی که روی محیط این دایره وجود دارن بی‌نهایت هست، یعنی متناهی است و نقطه هایی که روی محیط دایره قرار دارن با همدیگه ارتباط دارن و روی این نقاط میشه حرکت رو تعریف کرد و عضو ابتدایی به عضو انتهایی مرتبط هست، متصل هست، پس یک دور رو تشکیل میده. در مورد لفظ بی نهایت و نامتناهی اجازه بدید که فقط همین یک جمله رو بگم. شاید این اصطلاح بی نهایت یک مقداری گمراه کننده باشه برای ذهن ما. ما نمیتونیم بگیم که تعداد اعضای این مجموعه بی نهایت است و منظورمون این باشه که تعداد اعضای مجموعه مساوی بی نهایت است. من خودم از لفظ نامتناهی بیشتر استفاده میکنم. چرا؟ چون که لفظ بی نهایت در ذهن مردم تقریبا به صورت یک عدد، به صورت یک چیز نمود داره، ولی لفظ نامتناهی به صورت یک غیر عدد، به صورت یک غیر چیز معنا می شود. و واقعا بی‌نهایت یک غیر عدد است، یک غیر چیز است، یک چیزی نیستش که وجود داشته باشه. بی‌نهایت یک چیز نیست، یک عدد نیست، یک وصفه. میگن تعداد اعضای این مجموعه نامتناهی است، یعنی تموم نمیشه، وصفی است برای اعضای یک مجموعه لفظ نامتناهی. بی‌نهایت هم همین معنا رو میده، ولی عموم مردم بی‌نهایت رو به عنوان یک چیز، به عنوان یک ذات استعمال میکنن. حالا نمیدونم شما دقت کردین به این موضوع یا نه. من سعی
میتونن از لفظ نامتناهی معمولا استفاده بکنن، ولی خب در واقع اینها یکی هستن. بسیار خب، بیاین ببینیم که کسانی که میگن تسلسل محال است دقیقا چی رو میگن محال است و چرا گفتن که تسلسل محال است، یعنی چه چیزی اینها رو واداشت که اصلا به بحث تسلسل بپردازن، و در نهایت بریم ببینیم که آیا واقعا تسلسل محال هست یا محال نیست. کسانی که میگن تسلسل محال است، این عبارت رو بذارید ما یک مقداری بازش بکنیم. ما مثل این عبارت رو از اهل منطق زیاد میشنویم، مثلا میگن اجتماع نقیضین محال است. خب ما نمیدونیم که منظور اینها از نقیضین چیست، اجتماع نقیضین کجا محال است. به اصطلاح خود اهل منطق، نفس الامر این چیزی که گفتن الان کجاست، یعنی دوتا نقیض در جهان خارج نمیتواند وجود داشته باشد، یعنی اجتماع نقیض در جهان خارج محال است، این منظورشون، یا اینکه نه اصلا ما نقیضه این در جهان خارج نداریم، اصلا نقیض وصف گذاره است. این رو در منطق کسایی که منطق مقدماتی خوندن میدونن دیگه، نقیض وصف گذاره است، یعنی اصلا یک شی، یک مثلا میز نقیض نداره، یک سیب، یک پرتقال، یک دیوار، اتم اکسیژن، اینا نقیض ندارن، اینا یک چیز هستن. نقیض وصف یک گزاره هست، مثلا وقتی من میگم هوا سرد است، نقیضش میشه هوا سرد نیست، اونم تازه با 7-8 تا شرط، یعنی همین که من گفتم هوا سرد است نقیضش نمیشه هوا سرد نیست، باید بگم هوا الان در این مکان با تعریفی که من از سرد بودن دارم سرد است، و خود من بیام بگم که نه هوا الان در این مکان با همین تعریف از سرد بودن سرد نیست. اگر کسی تعریفش از سرد بودن زیر 0 درجه باشه، دیگری تعریفش از سرد بودن زیر 10 درجه باشه، اینا میتونن راجع به یک هوا در یک مکان در یک زمان دو تا گزاره بگن، یکی بگه هوا سرد است، یکی بگه هوا سرد نیست، و هر دو هم درست باشه و نقیض هم نباشن این دو گزاره. خب اجتماع نقیضین محال است یعنی چی؟ یعنی ما دو گزاره نقیض رو نمیتونیم یه جا جمع بکنیم. کجا جمع بکنیم؟ پس اول مشخص شد که اجتماع نقیضین منظور دو تا چیز در جهان خارج نیست، دو تا گزاره است. گزاره جاش کجاست؟ توی ذهنه. پس اجتماع نقیضین در ذهن محال است. آیا واقعا اجتماع نقیضین در ذهن محال است؟ نه. ما افراد زیادی رو می‌بینیم که همزمان دو تا گزاره نقیض در ذهنشون هست. مثلا همین الان من هم تصور کردم گزاره هوا سرد است رو، همین الان تصور کردم گزاره هوا سرد نیست رو. خب دو تا گزاره رو تصور کردم، هر دو گزاره در ذهنم الان وجود داره، این که محال نیست. پس باید این رو بهش اضافه کنیم که تصدیق کردن دو گزاره نقیض توسط ذهن محال است. یعنی ما می‌تونیم دو تا گزاره رو تصور بکنیم در ذهنمون، ولی نمی‌تونیم همزمان هر دو رو تصدیق بکنیم. خب این تقریبا چیز خوبی شد، ولی باز چیز دقیق و کاملی نشد. یعنی ما افرادی رو میبینیم که اینها شبهه دارن، اینا همزمان دو گزاره نقیض رو دارن تصدیق میکنن. از یه طرف مثلا میگه دین اسلام دین خوبی است، حق است، دین الهی است، و مثلا هر چیزی که در قرآن هست چیز درستی است، و از اون طرف فرض کنید یه خانم میاد میگه تمام آیات قرآن تمام مطالبش صحیح و درسته، از طرف دیگه میگه من این آیه‌ای که تو قرآن هست و میگه مردها حق دارن چند تا زن بگیرن رو آیه درستی نمیدونم. هم به این مطلب اعتقاد داره که کل آیات قرآن درسته و از سمت خدا اومده، یعنی باور داره به اینکه خدایی هست، باور داره به اینکه قرآن رو خدا فرستاده، باور داره به اینکه مطالب قرآن حق هست، اینو تصدیق میکنه، و از طرف دیگه به این مطلب هم باور داره که چند همسری برای مردان کار درستی نیست. خب این خانم الان، این خانم مسلمان در واقع در آن واحد داره دو گزاره نقیض رو تصدیق میکنه در ذهن خودش. محال هم نیست، واقعا داره این کار انجام میده. شاید معنی واقعی اجتماع نقیض محال است اینه که ذهن انسان ساختارش به گونه است که نمیتواند همزمان دو گزاره نقیض رو تصدیق بکنه و آرام بگیره. خب حالا همین رو میایم راجع به تسلسل محال است با هم بحث بکنیم. کسی که میگه تسلسل محال است دقیقاً نفس الامرش چیست؟ یعنی تسلسل چی، کجا، چگونه محال است، چه چیزی؟ آیا تسلسل در عالم خارج در جهان واقع محال است؟ این یک مطلب. آیا ما نمیتوانیم تسلسل رو تصور بکنیم؟ این دو مطلب. یعنی ممکنه کسی بگه که اصلا من به جهان خارج کاری ندارم، ذهن انسان نمیتواند تسلسل رو تصور بکنه. یکی ممکنه بگه که نه، تسلسل به خودی خودش مشکل نداره، ذهن انسان نمیتونه بی‌نهایت رو درک بکند. باز این یک مطلب سومی شد، یعنی میگه ذهن انسان توانایی درک بی‌نهایت رو نداره، و ممکن است معانی مختلف دیگری ما راجع به تسلسل بتونیم بیان بکنیم. این کسانی که گفتن تسلسل محال است، یک چیزی اینها رو واداشت به اینکه بگویند تسلسل محال است. اجازه بدید ما اول اون چیز رو بیان بکنیم و بعد بریم ببینیم که دقیقاً منظور اینها از تسلسل محال است چی بوده. اینها وقتی یک اتفاقی رو مشاهده می‌کردن در جهان خارج، مثلا پدیده‌ای رخ می‌داد، بارانی می‌آمد، رعد و برقی زده
میشد، آفتاب میگرفت، ماه میگرفت، زلزله میآمد یا سنگی روی زمین میافتاد، هر اتفاق ساده یا پیچیده، اینها مشاهده میکردن که این اتفاق ظاهرا باید وابسته به یک اتفاق قبل از خودش باشد. یعنی سنگی که حرکت میکنه قبلش باید کسی اون رو به حرکت درآورده باشه و همون به حرکت درآوردن اون سنگ هم وابسته به یه حرکت قبل از اون هست. یعنی یک اراده‌ای در یک انسان یا یک موجودی شکل گرفت، اومد به این سنگ حرکت داد و اون سنگ حرکت گرفت. اما چه چیز به اون انسان این اراده رو داد و چی باعث شد که اون مثلا این سنگ رو پرتاب بکنه؟ تمام اینها وابسته به یک سری چیزهای قبل‌تر از اون واقعه می‌شدن. یعنی اون انسان هم یک تصمیمی در ذهنش باعث شد که این رو پرتاب بکنه، یک میلی. اون میل هم به خاطر یک چیز دیگری ایجاد شد و همینجور اینها به عقب می‌رفتن. آخرش به یک جایی می‌خواستن اینها برسن. چرا؟ چون ذهن انسان درک توالی رو تا نامتناهی نداره. این یک مطلبی هست که به ساختار ذهن انسان برمیگرده. ممکنه در جهان خارج بی‌نهایت چیز وجود داشته باشه. من اینا این کار نمیخوام بکنم. اصلا من راجع به جهان خارج فعلا نمیتونم بحث بکنم، چون من ادراکی ندارم راجع به جهان خارج. من تنها زمانی میتونم بگم در جهان خارج چیزی هست یا چیزی نیست که ادراک داشته باشم. الان من میخوام بگم که آیا سیمرغ وجود داره یا نداره، باید یه چیزی دیده باشم که بگم سیمرغ وجود داره یا نداره دیگه. همینجوری نمیتونم با محاسبات ذهنی محض بگم که در جهان خارج سیمرغ وجود داره یا نداره. مگه بخوام بگم که مشتری مثلا تعداد قمرهاش چند تاست، باید مشاهده کرده باشم، باید ادراک داشته باشم. نمیتونم به صرف منطق بدون ادراک بیام بگم که مشتری چند تا قمر داره. بله، ممکنه من یک ادراکی داشته باشم، با یک محاسبات عقلی چیز دیگری رو نتیجه بگیرم که ادراک ندارم. این درسته. فرض کنید من حجم مشتری و جرم مشتری رو با مشاهدات فیزیکی به دست آوردم، بعد بیام بگم که پس سرعت حرکت قمر مشتری به دور مشتری فلان قدر است. این سرعت رو من اومدم با محاسبه به دست آوردم، این سرعت رو من اندازه‌گیری نکردم مستقیم، این سرعت رو من مستقیم ادراک نکردم، ولی یک سری قوانینی رو من داشتم، قوانینی که اینها از روی ادراک به دست اومدن، مشاهده از جرم مشتری، از حجم مشتری، از فاصله قمر مشتری تا مشتری رو، اینها رو ادراک کردم، اینها رو روی همدیگه قرار دادم، توی فرمول گذاشتم و به این نتیجه رسیدم که سرعت قمر مشتری چقدر است. این شد یک ادراک. اما اینکه آیا بی نهایت چیز وجود دارد یا ندارد، این رو من ادراک نکردم. من نمیدونم که آیا تعداد اجرامی که در جهان هستی هست نامتناهی است، آیا مجموعه ستاره هایی که در جهان هستی وجود دارند تعداد مشخصی دارند یا تعداد مشخصی ندارند. خب کدومش درسته؟ من که ادراک بی‌نهایت رو نمیتونم داشته باشم. بی‌نهایت چیز رو نمیشه درک کرد. این جزء محدودیت‌های ادراک انسان هست. ما توانایی ادراک چیزهای متناهی رو داریم و همینم باعث شده که مسئله تسلسل یا مسئله پیچیده‌ای باشه برای انسان. ما توانایی ادراک محدود داریم. چرا؟ چون ادراک ما محدوده. فرض کنید ما در هر لحظه میتونیم چند تا تصویر ببینیم در هر ثانیه. توی هر تصویر ما حداکثر میتونیم مثلا چند هزار تا چیز رو ببینیم همزمان با هم. و عمر ما هم از زمانی که ادراک پیدا کردیم تا پیرترین انسانی که بتونیم تصور بکنیم که چند میلیارد سال مثلا فرض کنید یک انسانی رو ما بتونیم زنده نگه داریم و این انسان در این چند میلیارد سال ادراکاتی داشته باشه، باز ادراکش محدوده. یعنی این تعداد مشخصی چیز رو تونسته ببینه. هر چقدر هم عمر این انسان بیشتر بشه، باز محدود هست ادراکاتش و نمیشه یک انسان فعلا با توجه به شناختی که ما از انسان داریم بی‌نهایت چیز رو درک بکنه. ادراک انسان محدوده. پس ما مشاهده نمیتونیم از بی‌نهایت داشته باشیم. ما فوقش هر چقدر میریم جلو یه چیز دیگه میبینیم، باز میریم جلو یه چیز دیگه میبینیم. ما همیشه چیز محدود دیدیم. ما هیچ وقت نامتناهی چیز رو نرفتیم ادراک بکنیم. پس این یک مسئله. یعنی ما ادراک نامتناهی نداشتیم و نمیتونیم با همین عدم ادراک حکم بکنیم که نامتناهی چیز وجود ندارن، نمیتونیم حکم بکنیم که نامتناهی چیز وجود دارن. یعنی فعلا هیچ داده ای از جهان خارج به ما نمیده. ما فقط اینو فهمیدیم که ما تا حالا نامتناهی چیز ندیدیم. اینو فهمیدیم. به هر حال تا الان ما فعلا نمیتونیم قضاوت صحیحی راجع به جهان خارج داشته باشیم که آیا بی نهایت چیز در جهان خارج هست یا محدود چیز در جهان خارج هست. پس این فرض اول که گفتم تسلسل میخواد راجع به جهان خارج و اشیاء درون جهان خارج صحبت بکنه، خب مشخص شد که منظور این نیست. ما راهی برای شناسایی این مسئله نداریم. ما نمیتونیم بگیم که در جهان خارج نامتناهی چیز داریم یا متناهی چیز داریم، مگر اینکه بشه از روی مشاهداتمون و ادله‌ای که داریم یک اثباتی برای این به دست بیاریم. خب پس معنی تسلسل این نیست. حالا معنی تسلسل چی هست؟ احتمال دیگری که برای معنی تسلسل بیان کردیم این بودش که بیایم بگیم که ما ذهنمون نمیشه بی‌نهایت چیز رو تصور کنه. خب
این با اونی که من گفتم ذهن ما نمیتونه بی نهایت ادراک رو درک بکنه متفاوت هست. ما قطعا هیچ زمانی نمیتونیم بی نهایت ادراک داشته باشیم. این یه مسئله کاملا مشخص. اما آیا ما میتوانیم بی نهایت چیز رو تصور بکنیم یا نه؟ این خیلی پیچیده است. بسیاری از مردم فکر میکنن که میتونن بی نهایت چیز رو تصور بکنن. یعنی میگن آره ما صرف تصور میتونیم بی نهایت چیز رو تصور کنیم. مثلا بی نهایت عدد. فرض میکنیم که بی نهایت سنگ جا وجود داشته باشه. هر چقدر بشماریم بازم باشه. ولی شاید اگر ما قدری عمیق‌تر و دقیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم ما حتی توانایی تصور بی‌نهایت چیز رو هم نداریم و این خیلی مسئله پیچیده‌ای هست. آیا ما میتونیم بی‌نهایت چیز رو فقط تصور بکنیم، نه اینکه ادراک بکنیم، فقط تصور بکنیم که چند تا چیز باشن که اینا نهایت نداشته باشن؟ ما بیان میتونیم بکنیم ولی تصورش میتونیم بکنیم یا نه؟ به نظر میاد که ذهن انسان قدرت تصور بی‌نهایت چیز رو هم نداره. ما در تمام مواردی که بی‌نهایت رو تصور می‌خوایم بکنیم همواره داریم تعدادهای محدود رشد یابنده رو تصور می‌کنیم. مثلا در مورد اعداد ما میگیم مثلا 1000 تا چیز داریم، بعد از 1000 بیشتر میشیم 1,000,000 چیز، از 1,000,000 میشیم 1,000,000,000 چیز. همینجوری هر عددی که بخوایم بگیم از اون عدد بیشتر وجود داره. بعد اومدیم گفتیم پس مجموعه اعداد نامتناهی است، یعنی به یک عدد خاص ختم نمی‌شود. این حرف درستی است که مجموعه اعداد به عدد خاصی ختم نمی‌شه. تا اینجا رو ما قبول داریم. اما آیا من توانستم بی نهایت عدد رو تصور بکنم؟ این یه چیز دیگه است. این که من میدونم مجموعه عددها به عدد خاصی ختم نمیشه یک گزاره صحیح. یعنی ما یک عددی به عنوان آخرین عدد نداریم. اون عدد به علاوه یک خب قطعا از اون عدد بزرگتره. این نمیگیم بابش تصور بی نهایت. ما اگر بتونیم بی نهایت عدد رو تصور بکنیم بهش میگیم تصور بی نهایت. ظاهرا ذهن انسان قدرت این کارو نداره. یعنی ما درکمون از بی نهایت یه عدد بزرگه. معمولا مثلا 10 میلیارد، 100 میلیارد یا مثلا 10,000 میلیارد یک چیزی تو همین مایه ها برای آدمای عادی و مثلا یک دکترای ریاضی شاید مثلا 10^100 مثلا تقریبا تصوری که از بی‌نهایت داره همچین چیزی باشه. از یه نفر بپرسین که آیا دوست داری تا ابد زنده باشی، اون میگه آره. بعد اگر ذهنش رو واکاوی بکنیم، ناخودآگاهش رو، الان این چند سال دوست داشته زنده باشه که منظورش از بی‌نهایت سال عمر داشتن این بوده باشه، معمولا انسان‌های عادی 1,000,000 سال رو بهش میگن بی‌نهایت سال زندگی کردن و همین که نمیره بهش میگه عمر جاودانه داشتن. یعنی با این شرط خاتمه نداشتن داره تصور میکنه، خود اون تعداد رو نتونسته تصور بکنه. واقعا الان شما فرض بکنید همین مثال رو برای خودتون بزنید، دوست دارید که بی نهایت باشه عمرتون یا نه؟ اگه بگید آره، در ذهنتون نگاه بکنید که این عدد بی نهایتتون چقدر بوده. یه مبحث بود من تقریبا 10-20 سال پیش روش داشتم مطالعه میکردم، بحث عددهای بزرگ، صرفا به خاطر اینکه ما بدونیم که عددهای بزرگ چقدر بزرگ هستن. فرض کنید که ما 6 تا 2 داریم و از شما بخوان که بزرگترین عددی که با این 6 تا عدد 2 میتونید بنویسید چقدر هست. خب ممکنه یکی بگه 2 به توان 22222. این عدد بزرگ هست، درسته، ولی از این عدد بزرگتر میشه نوشت. تصور کردن عددهای بزرگ یک مقداری ورزش ذهنی هم برای مغز ما به حساب میاد. به عنوان مثال ما مثلا 2 به توان 64 رو یادم هستش که برای شطرنج اینگونه بیان میکنه که میگن اگه شما توی خونه اول شطرنج 2 دانه گندم بگذارید، توی خونه دوم 4 تا دونه گندم بگذارید و همینطور ادامه بدید تا خونه آخر شطرنج هر خونه دو برابر خونه قبلی گندم گذاشته بشه، به نظر شما خونه آخری چقدر گندم میشه؟ با تصوری که از دونه گندم دارید به نظرتون یه اتاق کافیه یا 10 تا تریلی به نظرتون جواب میده؟ این برای اینکه شما مقدار 2 به توان 64 رو بتونید درک کنید خیلی مهمه. اینو من دوست دارم شما تو خونتون انجام بدید، تمرین رو محاسبش انجام بدید، قبل از اینکه جواب رو ببینید حدس خودتون رو بسنجید که به نظر شما 2 به توان 64 چقدر میتونه باشه. آیا کل کره زمین رو پر از گندم بکنیم، یعنی کره زمین همش از گندم باشه، آیا این 2 به توان 64 تا دونه گندم هست یا نه؟ حالا به نظرتون این بیشتر از 2 به توان 64 تا یا کمتره؟ این حالا عدد خیلی کوچیکی هست 2 به توان 64. فرض کنید ما 10 تا 2 داریم، اینها رو به صورت توان روی همدیگه مینویسیم. یعنی 2 به توان 2 که میشه 4، بعد 2 به توان 2 به توان 2 که میشه 2 به توان 4 که میشه 16، بعد 2 به توان 2 به توان 2 به توان 2 که میشه 2 به توان 16، بعد 2 به توان اون عدد، یعنی 2 به توان 2 به توان 16، بعد 2 به توان این عدد بزرگ. و همینطور شما اگه بخواید بیاین پایین، تصور کردن این عدد که حتی این عدد چند رقمی است شاید برای شما دشوار باشه. شاید اگه شما یک خودکاری دستتون بگیرید و یه دونه یک بنویسید و به اندازه پهنای راه شیری صفر بذارید جلوی این یک، هنوز نتونید تعداد رقم‌های این عدد رو بنویسید. یعنی عدد شاید اینقدر بزرگ باشه که شما فقط تعداد رقم‌های اون عدد رو بخواید بیان بکنید، یه دونه یک گوشه کهکشان راه شیری بنویسید به فاصله 1 میلی‌متر 1 میلی‌متر شما صفر بگذارید جلوی این یک تا از اون سر کهکشان راه شیری شما بیاید بیرون. این عدد تعداد رقم‌های این عدد هم نمیشه. شاید تصور این بزرگی این
عدد برای شما خیلی سخت باشه. و از همه جالب‌تر این که این عدد یه عدد محدوده و به هیچ وجه بی‌نهایت نیست و در مقابل بی‌نهایت صفره. یعنی ما عددهایی رو داریم که اون عدد نسبتش با این عدد همین قدره. اگه اسم این عدد رو بذاریم عدد بزرگ اول، ما عددی داریم که تعداد رقم‌هاش به اندازه عدد بزرگ اول هست. و اسم اون رو می‌ذاریم عدد بزرگ دوم و عددی داریم که تعداد رقم‌هاش به اندازه عدد بزرگ دوم هست. یعنی مثلا 10 رو در نظر بگیرید، ما عدد 10 رقمی داریم، مثلا 1 میلیارد. بعد ما عدد 1 میلیارد رقمی داریم. حالا اسمش بزنیم یه عدد بزرگ x. بعد حالا ما عدد x رقمی داریم. یعنی عددی داریم که x تا عدد کنار هم دیگه قرار گرفتن و اون عدد رو تشکیل دادن. احساس میکنم که دیگه نمیتونید تصور بکنید. خیلی سخت ذهن انسان بتونه یک سری عددهای محدود که خیلی بزرگ هستن رو درک بکنه، چه برسه به نامحدود. تمام اینها در مقابل بی‌نهایت صفر. یعنی شما اگه بشینید سالها همینجوری بگید عدد بزرگ هزارم، عدد بزرگ 100000، عدد بزرگ 1 میلیاردیم، همینجوری عددهای بزرگ بگید که هر کدومش تعداد رقم‌هاش فقط به اندازه عدد قبلی باشه، باز ما عددهایی داریم که از اون یکی بسیار بزرگتر باشه. احساس کردید که بی‌نهایتی که تصور می‌کردین تا حالا چقدر کوچیک بوده و بزرگترین عددی که شما تا حالا تو ذهنتون تصور کردین خیلی 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 کوچیک هست، صفره. و همین عددهایی که من الان برای شما گفتم اینام خیلی کوچیکن، اینام صفرن. ما بی‌نهایت رو نمی‌تونیم حتی تصور بکنیم. ما همیشه عددهای محدود، حالا یکم بزرگ یکم کوچیک، داریم تصور می‌کنیم. پس اینکه ما می‌فهمیم مفهوم نامتناهی رو چیه، ما فقط یه شرط عدمی رو داریم درک می‌کنیم. شرط عدمی اینه که این خاتمه ندارد. ما مفهوم وجودیش رو نمی‌دیم درک بکنیم. ما یک شرط رو درک کردیم. خب بله، شرط رو ما می‌تونیم بفهمیم. مثلا می‌گیم توی این اتاق یه دونه پنجره وجود دارد، یا اینکه می‌گیم توی این اتاق پنجره وجود ندارد. ببینید، ما نبودن پنجره رو می‌تونیم درک بکنیم. بودن پنجره رو هم تونستیم درک بکنیم. چرا؟ چون پنجره یک چیزه، یک چیز محدوده، یک چیز مشخصه. نبودنش رو ما چگونه درک کردیم؟ ما نبودن پنجره رو که هیچ وقت نمی‌تونیم ببینیم که. ما همیشه پنجره رو می‌تونیم ببینیم و دیوار رو می‌تونیم ببینیم. یا اینجا پنجره هست یا دیواره. اینجا نبودن پنجره نیست. ما اینو یک چیز عدمی اومدیم از روی بودن انتزاع کردیم. یعنی ما اگر این دیوار اینجا پنجره داشت چه شکلی میشد؟ اینو میدونیم تصور بکنیم. و حالا که اینجا پنجره نیست، الان دیوار هست، اینو هم داریم میبینیم. پس اومدیم گفتیم که الان پنجره نیست. یعنی ما هیچ وقت یک چیز نبودنی رو نمیتونیم ببینیم، چون نبودنیه واقعا. پنجره که نیست، چجوری میایم ببینیم نبودنش رو؟ ما الان داریم دیوار میبینیم. اینجا پنجره نیست، سیمرغ هم نیست، اسب هم نیست. ما الان فقط داریم دیوار میبینیم. ولی خب میگیم که پنجره نیست، یعنی انتزاع کردیم با مفهوم پنجره نبودنش رو در این مکان. ما مفهوم آخرین عدد رو میتونیم درک بکنیم، مفهوم خاتمه داشتن یک مجموعه رو میتونیم درک بکنیم. اومدیم گفتیم که مجموعه اعداد خاتمه ندارد. یعنی یک چیز سلبی رو اومدیم درک کردیم، یک چیز نبودنی رو اومدیم تصور کرد، یک شرط رو اومدیم درک کردیم. ما شرط رو میتونیم درک کنیم، ولی بی‌نهایت چیز رو حتی نمیتونیم تصور بکنیم. این هم باز یک محدودیت ذهن انسان. اما اینها منظورشون از محال بودن تسلسل این هم نیست. منظورشون از محال بودن تسلسل به اینکه انسان بی‌نهایت ادراک ندارد این هم نیست. اینکه انسان بی‌نهایت چیز رو حتی تصور هم نمیتونه بکنه این هم نیست. اینکه ما در جهان خارج بی‌نهایت چیز نداریم این هم نیست. اصلا به بی‌نهایت خیلی مرتبط نیست. این به تسلسلش کار داره. اینو خوب دقت بکنید. من الان بحثم بحث تسلسل بود. تا الان همه چیزایی که گفتم داشتم از بی‌نهایت صحبت می‌کردم. گفتم بی‌نهایت چیز در جهان خارج وجود داره یا نداره؟ بعد گفتم نمی‌دونیم. گفتم آیا ما بی‌نهایت ادراک می‌تونیم داشته باشیم یا نه؟ گفتم نه. گفتم آیا ما بی‌نهایت چیز رو میتونیم تصورش بکنیم؟ گفتم اون رو هم نمیتونیم ما تصور بکنیم حتی. الان این چه ربطی به تسلسل داشت؟ من داشتم تا حالا بی‌نهایت رو میگفتم. کسانی که میگن تسلسل محاله، بی‌نهایت چیز مستقل از هم رو اصلا کاری ندارن باشه یا نباشه. بی‌نهایت چیز مرتبط به هم رو کار دارن که بهش بگن سلسله. این ارتباط مهمه بین این اجزا. خب متناهی چیز مرتبط به هم که قطعا وجود داره در جهان خارج، این بحثی روش نیست. شما هر صفی رو که در نظر بگیرین متناهی چیز مرتبط به هم هست. حالا چه ما بگیم اعضای این صف نسبت به هم دیگه یک تقدم و تأخری هم دارن، یعنی باید اولی باشه تا دومی بتونه وجود داشته باشه، چه بگیم این برتری بین اینها وجود نداره، اینها فقط با هم دیگه ارتباط دارن. این رو چرا گفتم؟ چون که بعدن اینها میان بین این دو تمایز قائل میشن. فرض کنید ما 6 تا توپ رو کنار هم قرار دادیم. خب این توپ ها کنار هم هستن، یعنی هر کدوم از این توپ ها توپ بغلیش مشخصه، یک گونه ارتباط هست بین اینها، ارتباط کنار هم بودن. ولی این ارتباط برتری بینش نیست. یعنی این گونه نیستش که مهم باشه که توپ اول باید قرار داشته باشه تا توپ دوم بتونه قرار داده بشه. ولی اگه ما مثلا 6 تا کتاب رو بخوایم روی هم قرار بدیم، مهمه که کتاب پایینی باید باشه تا کتاب بالایی بتونه روش قرار بگیره. توی این حالت که ما 6 تا کتاب رو میخوایم روی هم بگذاریم، یک مجموعه متناهی از اجزاء ما داریم که با هم ارتباط دارن و ارتباطشون یک حالت تقدم و تأخری هم با هم دیگه داره. یعنی باید اول زیری باشه تا روی بتواند روی زیری قرار
قرار بگیرن. ولی توی توپایی که کنار هم قرار میگیرن، اینا لزومی نداره که حتما توپ کناری باشه. یکی از این توپا رو شما از وسط حذف بکنید، اینها باز هم روی زمین قرار دارن و کنارشون ممکنه تغییر بکنه. یعنی این حذف میشه، کناریش میشه، اون که حالا با یه فاصله. اما کتابی رو اگه ما بخوایم از بین اینا حذف بکنیم، این کتابا رو هوا نمیستن، کتابا میافتن روی پایینه. یعنی این فاصله حذف میشه از بینشون. خب ما در جهان خارج میتونیم سلسله محدود تصور بکنیم از هر دو حالت. در عالم ذهن هم ما میتونیم چنین چیزی رو تصور بکنیم، پس این قطعا محال نیست و وجود داره. ما میتونیم مثال بیاریم. پس عبارت تسلسل محال است چی میشه؟ ما تا حالا نتونستیم بفهمیم معنیش. ممکنه کسی بیاد اینگونه بیان بکنه، بگه نامتناهی چیز در جهان خارج نمیتوانند وجود داشته باشند که با همدیگه ارتباط داشته باشند. چرا شما راجع به نامتناهی چیز در جهان خارج نتونستید حرف بزنید، ولی وقتی اینا گفتید با هم ارتباط دارن، گفتید نه حالا دیگه پس ما میتونیم حرف بزنیم و اینا الان نمیتونن وجود داشته باشن. اون موقعی که ما میخواستیم راجع به نامتناهی چیز صحبت بکنیم، هیچ درکی از اینها نداشتیم. یعنی هیچ ویژگی نبود که ما بتونیم یک منع منطقی برای وجود اینها قائل بشیم، پس نتونستیم حکم بکنیم که هست یا نیست. ولی زمانی که میگیم نامتناهی چیز باشن که با هم ارتباط داشته باشن، حالا شاید بتونیم یک منع منطقی از بین اینها استخراج بکنیم و بگیم آره، مثلا اگه نامتناهی چیز با هم ارتباط داشته باشن یه مشکلی پیش میاد، پس الان دیگه میتونیم بگیم نامتناهی چیز مرتبط با هم نمیتونن وجود داشته باشن. ولی خب نامتناهی چیز به تنهایی که حالا مرتبطن با هم نیستن، ما ویژگی از اینها سراغ نداریم که بتونیم مثلا یک استدلالی بیاریم که حالا با اون استدلال بگیم پس نمیتونه وجود داشته باشه. نه، راجب اون نمیتونیم نظر بدیم. خب حالا چه منعی داره نامتناهی چیزی که با هم مرتبط باشن؟ ما که هرچی گشتیم منع عقلی برای این پیدا نکردیم. یعنی نامتناهی چیزی که با هم مرتبط باشن یک منع عقلی به ما نمیده، یک ویژگی که ما میتونیم از اینها استنباط بکنیم و بگیم که این یک منع عقلی داره. خب اینایی که میگفتن نامحدود چیز مرتبط با هم محال هست، خب با این سوال مواجه شدن و دیدن که دلیل منطقی نمیتونن ارائه بکنن. مثلا مثالی که برای اینا بیان میشد چی بود؟ مثلا گفتم شما خود ثانیه ها رو در نظر بگیر. هر ثانیه با ثانیه قبلش و با ثانیه بعدش مرتبط هست. بهش میگن اجزاء زمان. یعنی بالاخره زمان چند جزء داره دیگه، از جزء تشکیل شده. شما میتونید زمان رو بگین الان، قبل و آینده. میتونید بگید این واقعه در این زمان اتفاق افتاد، این واقعه قبل از این واقعه اتفاق افتاد و این واقعه بعد از این واقعه اتفاق افتاد. شما چه خود زمان رو در نظر بگیر، چه وقایعی رو که درون این زمانها اتفاق افتاده در نظر بگیری، اینها نامتناهی چیز مرتبط با هم دیگه هستن. فرقی نداره شما چه بگید که از یک زمانی به قبل هیچ چیزی نبوده و از یک زمانی به بعد مثلا همه چیزها به وجود اومده از عدم. شما تصور کنید مثلا 15 میلیارد سال پیش هیچ چیزی نبوده، کلا عدم محض بوده، و مثلا 13 میلیارد سال پیش ما کلی جمع داشتیم. چه تصورتون این باشه که ما هر چه در زمان به عقب میریم، جرم داریم، ماده داریم، واقعه داریم، فرقی نداره. در هر دو صورت ما نامتناهی زمان رو میتونیم تصور بکنیم. ما نامتناهی واقعه رو میتونیم تصور کنیم، واقعه های عدمی. یعنی واقعه این بوده که هیچ اتفاقی نمیافتاده. زمان قبلتر از اون رو میتونیم تصور بکنیم. ببینید تصور قبل و بعد رو ما میتونیم داشته باشیم. حتی کسانی که زمان رو به صورت لگاریتمی تعریف میکنن، یعنی میگن که زمان یک حدیده خطی نیست و ما هر چه به لبه جهان نزدیک میشیم زمان فشرده تر میشه به نوعی. یعنی یک ثانیه قبل کوچکتر میشه از ثانیه بعدی. فرض کنید ثانیه قبلی طول ثانیهش نصف ثانیه بعدی میشه، باز ثانیه قبلی طولش نصف این ثانیه هست، باز دوباره ثانیه قبلی نصف این یک ثانیه هست. ما هیچ وقت به نقطه شروع که یک زمان مشخص هست، یک نقطه مشخص هست، نمیتونیم برسیم. و چه تصور شما خطی باشه از زمان، هیچ فرقی نداره. در هر صورت ما برای زمان نقطه آغاز نمیتونیم تصور بکنیم. این مهمه. شما یعنی همیشه لحظه قبل رو میتونید تصور بکنید، اگرچه حرکتی نباشه. این حرفی که فلاسفه اسلامی متأخر از بعد از ملا صدرا میزنن و این حرفی که فیزیکدانهای مثل انیشتین بیان میکنن که زمان رو یک پدیده مادی و انتزاع یافته از ماده در نظر میگیرند، این ظاهرا مطلب درستی نیست. یعنی این افراد ادعا میکنن اگر جای ماده نباشه اونجا اصلا زمان نیست. مثل اینکه همین حرف راجع مکان بزنیم، بگیم اگر جای ماده نباشه اونجا مکان اصلا نیست. چرا؟ چون میگن ما زمان رو مکان رو از روی ماده انتزاع کردیم. بله، این حرف درسته، ما زمان و مکان رو از روی ماده انتزاع کردیم. ولی آیا چون ما زمان و مکان رو از روی ماده انتزاع کردیم، آیا نمیتوانیم بگوییم که در جایی که ماده نیست زمان و مکان وجود دارن؟ این یه مقدار بیتوجهش فکر بکنید. به نظر میاد این حرف درستی نباشه. یعنی ما یک ماده موهوم رو شاید بتونیم توی خلأ
تصور بکنیم یه خلای مطلق رو در نظر بگیرید. من اینجا یک سنگ موهوم رو در نظر میگیرم، از روی سنگ موهوم مختصات رو انتزاع میکنم، بعد اون سنگ رو پاک میکنم، میشه خلا. ولی خلایی هستش که یک مختصاتی داره. ببینید، من مختصات مکان رو در خلا میتونم تصور بکنم، در خلا محض. حالا فرض کنید توی ذهنم من تمام جهان هستی رو پاک کردم، هیچ چیزی نباشه، عدم مطلق، ولی سه تا بعد مکانی رو همینا تونستم تصور بکنم. چرا؟ چون یه قلب سنگ داره خودم تصور کردم، یه مکعب تصور کردم یه لحظه، از روی اون مکعب تصور شده اومدم ابعاد رو انتزاع کردم، بعد مکعب رو غیبش کردم، ابعاد ولی موند. در واقع درسته که ما زمان و مکان رو از روی ماده انتزاع کردیم، ولی می توانیم ما زمان و مکان رو، زمان و مکان که یک چیز واقعی نیستن، که یک چیز انتزاعی هستن، ما اینها رو که از روی اینها انتزاع کردیم، حالا میتونیم تجریدشون بکنیم. این بحث تجرید رو خوب دقت بکنید. ما عدد رو از روی سیب و خیار و گوجه انتزاع کردیم، یعنی گفتیم مثلا دو تا سیب بده، سه تا خیار بده، چهار تا گوجه بگیر. ولی الان که ما میگیم 1 میلیارد، دیگه ما سیب و خیار و گوجه تصور نمی کنیم. ما عدد رو انتزاع کردیم، ولی بعدن از روی معدود، حالا همون چیزایی که روش عدد انتزاع کردیم، اینو تجریدش کردیم، یعنی اینو مجزا کردیم از روی معدودها. الان ما عدد رو به صورت خالی به کار میبریم، یعنی ما میگیم 1 میلیارد. درست 1 میلیارد اصلا هیچ معنی نداره، بعد حتما 1 میلیارد چیز باشه، ولی اصلا برام مهم نیست که 1 میلیارد چی، فقط میگیم 1 میلیارد. ما عدد خالی نداریم، همینطور که ما عدد خالی نداریم، ما زمان و مکان خالی هم نداریم. زمان و مکان چیزی نیست اصلا، یک مفهوم انتزاعی است. ما از روی ماده زمان و مکان رو انتزاع کردیم، این درست، ولی آیا ما نمیتونیم این چیزی رو که از روی ماده انتزاع کردیم در جایی که ماده نیست استفاده بکنیم، تجریدش بکنیم با یک ماده موهوم، مثل همین عددی که من گفتم، با یک چیز موهوم، با یک چیز نامعلوم، ما اینو بیایم به کار ببریم؟ به نظر میرسه که مشکلی نداشته باشه، یعنی ما میتونیم زمان رو تصور بکنیم، اگرچه که فرض کنید ما مثلا 15 میلیارد سال قبل هیچ ماده‌ای نداشته باشیم، خلأ مطلق محض باشه در کل گیتی، ولی من از الان میتونم بگم 15 میلیارد سال پیش و میتونم بگم 16 میلیارد سال پیش. اینو دقت بکنید، اگر واقعا 15 میلیارد سال پیش ماده نبود، زمان هم نبود، من نباید میتونستم بگم 15 میلیارد سال پیش. اینو خوب دقت بکنید، من حداکثر باید میگفتم مثلا 13 میلیارد سال پیش. همین که تونستم تصور بکنم 15 میلیارد سال قبل رو، یعنی واقعا این حرف حرف خیلی دقیقی نیست که بگیم اونجایی که ماده نیست اصلا زمان و مکان نیست. البته جای فکر داره، من نمیگم حرفی که دارم میذارم حرف کاملا دقیق و صحیح و آخرین حرف است، شاید خودم یه مقداری بعدن تعامل بکنم و نظرم عوض بشود. این رو من نمیخوام به صورت یک حرف قطعی و نهایی برای شما عزیزان بیان بکنم. تا الان که من به این مسئله فکر کردم، به این نتیجه رسیدم که ما میتونیم زمان و مکان موهوم، زمان و مکان مجرد از ماده رو تصور بکنیم. ما چون الان ماده داریم، اینو خوب دقت بکنید، چون الان ما ماده داریم، الان تونستیم زمان و مکان رو انتزاع بکنیم، میتونیم این رو در بی ماده هم به کار ببریم. اگر الان ما ماده نداشتیم، شاید هیچ وقت نمیتونستیم زمان و مکان رو درک کنیم. چون الان من چند تا سیب و خیار و گوجه دیدم، تونستم عدد رو درک بکنم، اون رو تونستم برای چیزای دیگه هم به کار ببرم. خب پس این سوال از این آقایون پرسیده شد که چطور شما ادعا میکنید که بی نهایت چیز مرتبط نمیتواند در جهان خارج وجود داشته باشد، در صورتی که من برای شما یک مثال میارم بی نهایت چیز مرتبط که در جهان خارج وجود دارد. مثالش هم چی بود؟ اجزای زمان. بی نهایت ثانیه ما داریم که هر ثانیه با ثانیه قبل و بعدش مرتبط هست، یا بی نهایت واقعه زمانی. حالا واقعه زمانی میتونه هیچ چی نباشه، مثلا یه سنگ اینجا ثابت هست، هیچ حرکتی نمیکنه، خود این یه واقعه زمانی است. یعنی من میگم تصویر ثانیه یک رو به من نشون بده، شما یه تیک سنگ نشون میدید، تصویر ثانیه دو رو نشون میده، شما باز همون سنگ رو نشون میدید، هیچ حرکتی هم نداره، اشکال نداره. واقعه لازم نیست حتما یک حرکتی، یک اتفاقی، چیز خاصی باشه، نه، یه تیک سنگ یه جا ثابت هست. این که سنگ الان اینجا ثابت هست، با این که در ثانیه قبل اینجا ثابت بوده مرتبط هست، و با این که در ثانیه بعد اینجا ثابت خواهد بود باز هم مرتبط هست. حالا چه حرکت بکنه چه ثابت باشه فرق نداره، این واقعه های زمانی هم با هم مرتبط هستن. خود زمان هایی هم که ما از اینها انتظار کردیم خودشون هم با هم مرتبطن. خب نامتناهی هم هستن، یعنی من نمیتونم خاتمه برای اینها تصور بکنم. پس به این نتیجه میرسیم که این حرف اشتباس. خب اونا میدیدن که بله این حرف واقعا اشتباس، ما مثالی داریم که نامتناهی چیز مرتبط داره. اومدن یک شرطی رو بهش اضافه کردن، گفتن بی نهایت چیز در جهان خارج نمیتواند وجود داشته باشد به شرطی که با هم مرتبط باشن، یعنی سلسله باشن، و رابطه اینها رابطه رتبی باشد، رابطه تقدم و تأخر باشد. یعنی چی دقیقاً منظورشون از رابطه رتبی، از رابطه تقدم و تأخری، از رابطه علی چیه؟ اینو الفاظی که دقیقاً یک معنا رو میرساند، منظورشون دقیقاً این استش که اگر اون قبلی نباشد، این بعدی نتواند باشد. مثل شلیک گلوله، توی مثالی که میزنن میگن تعداد زیادی سرباز رو شما در نظر بگیرین که تفنگا رو نشونه رفتن و هر کسی میگه من تنها زمانی شلیک میکنم که قبلی شلیک کرده باشه. بعد میپرسن که آیا تیری شلیک خواهد شد؟ اگه تعداد سربازها محدود باشه قطعاً نه. اگه تعداد سربازها نامحدود باشه چی؟ آیا قطعا نه؟ یا اینکه احتمال داره؟ اینا میگن نه.
در این حالت هم قطعا نه، چون چه نامحدود باشه چه محدود باشه، هر سربازی داره در هر لحظه میگه نفر قبلی باید بزنه تا من بزنم، و اون نفر قبلی هم داره همین جمله رو میگه و نقطه آغازی ندارد، نقطه آغازی ندارد، هیچ کدوم از اینها شلیک نخواهند کرد. اینو اجازه بدید که ما به این زودی راجبش قضاوت نکنیم. بعدها یک سری مثالهایی در فلسفه بیان شد، یک سری شاگردانی بودن سر درس فلسفه، یک سری اشکالاتی به اساتید فلسفه کردن، یک سری مثالهایی رو بیان کردن که اینها به نوعی رابطه علی هم با همدیگه داشتن، یعنی فقط ارتباط نبود، رابطه علی هم با همدیگه داشتن و خود استاد قبول داشت که اینها نامتناهیان. حالا ما نمیگیم که واقعا نامتناهیان، یعنی خود استاد قبول داشت که اینها نامتناهیان، بعد شاگرد میگفتش که اینها که رابطه علی هم با هم دارن. پس این مثال نقض حرف شما. داستان از چه قرار بود؟ داستان از این قرار بود که مثلا فردی مثل آقای ملا صدرا اعتقاد داشتش که خداوند همیشه بوده، ازلی بوده، یعنی ابتدای زمانی برای خدا تصور نمیشه. بسیار خوب. و بعد آقای ملا صدرا این اعتقاد رو هم داشت که خداوند در ذاتش تغییر رخ نمیده، یعنی اینجوری نیستش که خداوند تا 15 میلیارد سال پیش کلا بیکار نشسته بوده، از 15 میلیارد سال قبل یهو تصمیم گرفته که مثلا جهان بیافرینه. نه، میگه اگه خدا آفریننده باشه از اون اول باید آفریننده بوده باشه تا الان و تا ابد، اگرم نیافرین است از اون اول نیافرین بوده الانم باید نیافریند تا ابد هم نباید بیافرینه. اگر بگیم که تا چند سال پیش خدا نمیافریده، از چند سال پیش شروع کرد آفریدن، این میشه تغییر در خدا، یعنی یه اتفاقی افتاده که از الان تصمیم گرفته بیافرینه دیگه، یه چیزی رو خدا تاثیر گذاشته، یه اتفاقی افتاده درون ذاتش از الان، یا مثلا یه فکری کرده یا متحول شده، یه چیزی شده که تا الان نمیافریده، از الان به بعد شروع کرد آفریدن. و چون ایشون اعتقاد داشته که تغییر در ذات خدا راه نداره، پس ایشون ادعا داشته که خداوند از اون اول خلق هم داشته، چون الان ادعا میکنه که خدا مخلوق داره، پس میگه مخلوقات خدا هم ازلی هستن. خب یه شاگرد زرنگ پیدا میشه از آیه ملا صدرا این سوال رو میپرسه، میگه که جناب استاد، مخلوقات خدا آیا مادی بودن یا معنوی بودن؟ یعنی آیا خداوند تا 15 میلیارد سال پیش فقط داشت موجودات معنوی میآفرید، از 15 سال پیش تا الان شروع کرده موجودات مادی آفریدن، یا نه موجودات مادی هم از اون اول داشته؟ خب اگه آقای ملا صدرا میگفتش که نه موجوداتش فقط معنوی بودن، از 15 میلیارد سال پیش به بعد موجودات مادی خدا آفرید، شاگرد زرنگ این سوال میپرسید که خب اینم یه نوع تغییر دیگه، تغییر که فقط در نیافریدن و آفریدن نیست، در مدل آفریدن هم میشه تغییر رو ما داشته باشه. چی شد که تا این مدت بی‌نهایت مادی نمیآفرید، الان یهویی به ذهنش رسید که از 15 میلیارد سال پیش مادی بیافرینه؟ خب این باید حتما یک منشأی داشته باشه این کار دیگه، یک چیزی به توجیه، یک فکری، یک ایده‌ای، بالاخره یک نکته‌ای باید داشته باشه دیگه، این آفرینش از 15 میلیارد سال پیش. لذا استادم چون دست شاگرد خونده بود میگفتش که نه، از اون اول خدا موجود مادی هم داشته، از اون اول باز حرف اشتباهی ها من دارم میزنم، ازل یعنی بی اول، نباید بگیم از اون اول، یعنی از ازل، از ازل باز خود از حرف اشتباهیه، ما از رو برای ابتدا میاریم، بدون ابتدا خدا موجود مادی داشته، این درسته، یعنی هر چی به عقب میریم موجود مادی میبینیم و همه هم مخلوق خدا. بسیار خوب. شاگرد زرنگ از استادش این سوال میپرسه، میگه آقای استاد، مگر موجودات مادی با همدیگه رابطه علی و معلولی ندارن؟ استاد میگفت چرا، موجودات مادی، اتفاقات مادی با همدیگه رابطه علی و معلولی دارن، یعنی اگر این مرغ نباشد تخم مرغ نمیتواند به وجود بیاید، اگر این درخت نباشد این برگ نمیتواند به وجود بیاید، اگر این سنگ نباشد این جاذبه نمیتواند به وجود بیاید، این جرم نمیتواند این حرکت را در این سنگ ایجاد بکند، اگر این کوه اینجا نبود این ابر به این سمت نمی آمد، این باران نمی آمد، اگر این خورشید نبود این آب بخار نمی شد، و تمام اینها به همدیگه مرتبط هستند، اگر این سنگ ثانیه قبل اینجا نبود الان در این ثانیه این سنگ اینجا نمیتوانست باشد. چیزهای مادی نه تنها با همدیگه رابطه دارند، رابطه علی و معلولی دارند. کسی که اعتقاد داره از ازل، باز من گفتم از ازل، کسی که اعتقاد داره بی انتها ما موجود مادی داریم، یعنی ما بی نهایت چیز داریم که اینها با هم ارتباط دارن و نه تنها ارتباط دارن، ارتباط علت و معلول دارن با هم دیگه، یعنی رتبی با هم دیگه مرتبط هستن، تقدم و تأخر دارن، اگر قبلی نباشد این نمیتواند وجود، مثل همون شلیک گلوله. همین بحث مرغ و تخم مرغ در نظر بگیرید، ملا صدرا که بحث فرگشت اینا رو قبول نداشت، یا باید میگفته که یک زمانی مرغ کلا نبوده، خدا یهو یه دونه مرغ آفرید و از اون به بعد مرغ و تخم گذاشتن تخم مرغ شدن. که شاگرد زرنگ این سوال میپرسید که چرا میلیاردها میلیارد میلیارد سال هیچ مرغی خدا نیافریده بود و از این زمان خدا تصمیم گرفت مرغ بیافرینه؟ که باز بعد استاد یه توجیه ارائه میکرد که چه تغییراتی در خدا ایجاد شد که به ذهنش رسید که از الان به بعد مرغ بیافرینه، یا اینکه باید میگفت نه، از ازل مرغ بوده تخم مرغ هم بوده. خب بعد این شاگرد زرنگ این سوالو میپرسید که میگفت مگر مرغ و تخم مرغ رابطه علی و معلولی با هم ندارن؟ استاد مجبور بود بگه بله. میگفت بیا اینم مثال نقض حرف شما، ما بی‌نهایت چیز داریم که با هم رابطه دارن، رابطه علی و معلولی هم دارن، خود
شما هم ادعا میکنه که هستم. اینجا بود که استاد به فکر فرو میرفت و مجبور شد شرط خودش رو تغییر بده. گفتش که بی نهایت چیز محال است وجود داشته باشند، اگر با هم ارتباط داشته باشند، ارتباط علی و معلولی داشته باشند و علت مؤده نباشند، علت تامه باشند. منظورش چی بود از این حرف؟ میگفت آقا مرغ و تخم مرغ علت مؤدن، علت تامه نیستن که. هزاران چیز باید باشه دست به دست همدیگه بده تا این تخم مرغ الان ایجاد بشه. یکیش مرغه، 100 تا چیز دیگه هم هست، شما اونا رو هم باید در نظر بگیرید. اما اگر ما اسم همه این مجموعه رو با هم بذاریم علت تامه، یعنی همه چیزها با هم رو اسمش رو بذاریم علت تامه، اون دیگه باید محدود باشه، اون محاله که نامتناهی باشه. خب ببینید الان اگر من جای اون شاگرد زرنگ بودم، باز همین سوال رو از استاد میپرسیدم. گفتم خب ما بالاخره در هر زمانی در تاریخ شما میگه تخم مرغ داشتیم دیگه، هیچ معلولی به وجود نمیاد الا اینکه علت تامش باید باشه تا اون به وجود بیاد. پس یعنی علت تامش هم وجود داشته. پس چرا شما میگید که این علت تامه ها نمیتونن نامتناهی باشن؟ اینا که علت تامش هم وجود داشته. آی مولا صدرا میگه آفرین، علت تامه ها یک چیزه خدا، علت تامه ها نامتناهی نیستن. ما یک چیز داریم علت تامه خدا، یه سری چیزای دیگه داریم، 99 تا چیز دیگه داریم علت های مؤده، که اینا مثلا شامل مرغ و غذا و دمای هوا و نمیدونم همه این ویژگی ها که باید باشن تا مرغ بتونه در صحت و سلامت کامل یک تخم بگذاره و نبودن حیوانات درنده ای که مثلا این تخم رو بخورن، این مرغ رو بخورن، همه اینا باید چند تا شرط باشه تا این تخم به عمل بیاد. حالا که این تخم به عمل اومد، ما میفهمیم که مجموعی از علت های مؤده یعنی کمک کننده دست به دست هم دادن در کنار یک علت اصلی، اینها باعث شدن که این تخم مرغ به وجود بیاد. اون علت اصلی اسمش میشه خدا، که یکی است تو همه اینا مشترکه و این علت مؤده مشکل نداره اینا نامتناهی باشن، اون یکی باید محدود باشه. دقت کنین که این فقط ادعا بود، این اثبات نبود، فقط ادعایی بود که مثال نقض من رو با اون ادعا اومدن رد کردن. یعنی یک فرض کردن که علت مؤده ها توش اشکال نداره نامتناهی باشه، ولی یک علت اصلی رو اینا اومدن مشترک در همه وقایع در نظر گرفتن، گفتن اون علت مشترک در همه وقایع یکی است، اسمش رو میگذاریم خدا، این دیگه نمیتونه متناهی باشه و اشکالی نداره که بقیه علت های نامتناهی باشن. دیدین که اثباتی در کار نبود، فقط ادعای محض بود. الان پس من سوال می‌پرسم، چرا محاله که علت های تامه نامتناهی باشن؟ دلیلی نداره. اگر بحث دشواری تصور هست، خب ما همون علت مؤدش هم واقعا دشوار تصور بکنیم. ما همون مرغ و تخم مرغ هم برامون تقریبا یک چیز محالی هست، یعنی ما نمیتونیم تصوری داشته باشیم از اینکه بی‌نهایت تا ازل مرغ و تخم مرغ بوده باشن و هر کدوم معلول قبلی بوده باشه. ما بدون اینکه ابتدایی برای مرغ و تخم مرغ تصور بکنیم، ذهنمون توانایی اینو نداره که درک بکنه چگونه تا ازل مرغ و تخم مرغ بوده باشن و اینا به هم دیگه مرتبط باشن. ببینید ما از این سمت تا ابد رو میتونیم تصور بکنیم، چون ابتدا داره. میگیم ابتدا داره، تا ابد یعنی بی‌نهایت، بی‌انتها. هر زمانی که شما در نظر بگیری تا نقطه شروع میشه یه عدد محدود. شما 100 میلیارد سال بعد در نظر بگیری، فرض کن اولین مرغ رو الان من آفریدم، این مرغ شروع کنه تخم داشتن تا 100 میلیارد سال بعد. شما 100 میلیارد سال بعد مثلا میلیاردها مرغ و تخم مرغ داشتید توی این زمان، یه عدد محدوده. ما خیلی راحت عدد محدود رو میتونیم تصور بکنیم. بعد این شرط عدم نهایت رو هم بهش اضافه میکنیم، شرطش هم تونستیم تصور بکنیم، میگیم اب نداره از این بر همینجوری نه تخم بذارم برن جلو. ولی از طرف ابتدا نمیتونیم این رو تصور بکنیم، یعنی شرط ابتدا نداشتن رو نمیتونیم برای مرغ و تخم مرغ تصور بکنیم. چرا؟ چون اینا با هم دیگه رابطه علی و معلولی دارن. این اگر اولی نباشد دومی نمیتواند به وجود بیاید. تصورش برای ما این سخته، این دشواره برای ما. بسیار خوب، اینها از روی دشواری تصور نیومدن این حرف رو بزنن که علت تامه مثلا چه فرقی با علت مؤده داره. اینا برای اینکه بحث خدا رو بتونن اثبات بکنن اومدن این حرف رو زدن، یعنی در واقع نتیجه رو فرض کردن، بعد اومدن یک فرض مناسبی رو فرض کردن که بتونن نتیجه رو از روی این فرض مناسب اثبات بکنن. گویا فرض خودشون رو یک قدم به عقب‌تر بردن. به جای اینکه بیان فرض بکنن خدا وجود دارد، اومدن تصور کردن که تسلسل در علت تامه محال است. بعد این فرض خب نتیجه میداد که پس خدا وجود دارد. البته این هم در نظرت باشه ها، اصلا بر فرض اینکه ما تسلسل رو محال بدانیم وجود خدا اثبات نمی‌شود. این رو توی برهان علیت بهش اشاره کردن. حالا این یکی از فرض‌هایی است که باید بشود تا که ما به این نتیجه برسیم که مثلا خدا وجود داشته باشه. پس احتمالاً تو الان تونسته باشم این مفهوم تسلسل محال بودن رو برای شما مشخص بکنم. وقتی یک فیلسوف اسلامی میگه تسلسل محال است، دقیقاً میخواد چی بگه؟ دقیقاً میخواد بگه که نامتناهی، چیز مرتبط با هم که بینشون رابطه علی و معلولی باشه، یعنی اگر اولی نباشه دومی نتونه به وجود بیاد، در جهان خارج وجود ندارند، که این علت‌ها هم علت رتبی باشن، علت مؤده نباشن، علت تامه رتبی باشن، یعنی واقعاً اولی علت کامل و جامعه وجود آوردن دومی باشه، بخش از علت نباشه. ما تو بحث علت و معلول برای شما گفتیم ما اصلا معنای بخش علت رو نمیتونیم تصور بکنیم. ما علت رو این تعریف کردیم، چیزی که اگر نباشد دیگری نتواند به وجود بیاید. جرقه میشه علت آتش، اکسیژن هم میشه علت آتش، سوخت هم میشه علت آتش، چون هر کدوم از اینا نباشه
باشن آتش نمیتونه به وجود بیاد. ما یک علت تامه نداریم که بگیم مثلا جرقه بخش علت سوخت بخش علت، نه، خود سوخت علت آتشه، خود جرقه هم علت آتشه، دقیقا هم علت آتشه. دیگه یک علت جامع نداره آتش که بگیم مثلا بخشی از اون علت سوخته، بخشی از اون علت مثلا جرقه است و اینا همشون رو هم دیگه بشه 1%. 99%ش هم خداست. حالا اینا که همین هم نمیگن، میگن نه 100%ش خداست، اون جرقه و اینا شما فکر میکنید اصلا علت، اونا اصلا علت نیستن، اونا فقط صرف یه تقدم و تاخر زمانی هستن. بسیار خوب، پس اینا همچی چیزی رو ادعا کردن که بی نهایت چیز مرتبط با هم که رابطهشون علت تامه باشه با هم. همچی چیزی ما در جهان خارج نمیتوانیم داشته باشیم. چه مشاهده ای داریم؟ گفتن ما مشاهده ای نداریم، ما فقط منع عقلی داریم. خب منع عقلیش چیست؟ اونا نتونستن اثبات بکنن منع عقلیش رو. منع عقلیش دشواری تصور ما نبود. دشواری تصور ما راجع به مرغ و تخم مرغ هم هست، راجع به همین ازلی بودن ماده هم هست، یعنی اینم برای ما دشواری تصور داره. منع عقلیش از این رو چیزا نبود. بحث تغییر هم نمیتونه منع عقلی باشه. اینا یه منع عقلی دیگه هم برای حدوث عالم ذکر میکنن، تو برهان حدوث براتون بیان میکنن. اینا میگن که ماده متغیر هست. بله راست میگن، ماده تغییر میکنه. بعد میگن هر متغیری حادث هست. اینو ما نمیفهمیم چرا. میگن چون که تغییر بالاخره باید به یه جای خط بشه دیگه. آنتروپی فرض کنید داره افزایش پیدا میکنه همش. بالاخره این باید به یه جای خط بشه دیگه. نمیشه همینجوری آنتروپی زیاد بشه، زیاد بشه، زیاد بشه. برای یه نقطه شروعی باید داشته باشه دیگه. این رو شاید ما الان با قوانین فیزیکی فعلی راجع به این برهه زمانی که داره توش قوانین فیزیکی اینگونه اقتضا میکنن که آنتروپی افزایش پیدا بکنه بتونیم بگیم. ولی از کجا معلوم که در یک برهه زمانی شرایط به گونه‌ای نبوده که مثلا آنتروپی کاهش پیدا کنه، یعنی یک موج سینوسی نبوده باشه. تو یک پیکی مثلا آنتروپی افزایش پیدا میکنه، دوباره از اونجا به بعد آنتروپی کاهش پیدا میکنه، دوباره شروع میکنه افزایش پیدا کردن. تغییر دیگه، اینم تغییره. تغییر که همش نباید صعودی باشه، که همین کاهش هم میشه تغییر. ماده متغیر هست. بعد دو تا ذره رو در نظر بگیرید که اینا یکی داره نسبت به یکی دور میشه. اینا قطعا نقطه شروعی داشتن، یعنی اینا یک زمانی مثلا به هم نزدیک بودن که از هم دور شدن. آره این درست. ولی دو تا ذره رو در نظر بگیرید که اینا دارن به هم دیگه دور و نزدیک میشن با یک فرکانسی. این چرا باید نقطه شروع داشته باشه؟ تغییر هست، در اینکه تغییر هست ما شکی نداریم، ولی دور و نزدیک شدن یک تغییر متناوب هست. شما راجع به تغییرات متناوب چرا میگید نمیتونه وجود داشته باشه؟ خب پس اون هم منع عقلی نشد. همین که تغییر میکنه ماده، منع عقلی نیست برای اینکه ماده ازلی باشه. واقعیتش اینه که ما منع عقلی نداریم برای ازلی بودن ماده، فقط دشواری تصور هست. ما برامون سخته که بتونیم ماده بی ابتدا تصور بکنیم یا رابطه علی و معلولی بی ابتدا تصور بکنیم، و چون برامون سخته ما فرض میگیریم که تسلسل محال است. اینو خوب دقت بکنید. من خودم تو برهان‌های خودم فرض میگیرم که تسلسل محال است. تو برهان دنیای مجازی من از این فرض استفاده کردم. تو برهان علیت من این فرض رو استفاده کردم. گفتم که فرض میکنم که تسلسل در علت‌های رتبی محال باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر قبلی شلیک نکرده باشد من شلیک نمی‌کنم. من فرض کردم که تیری شلیک نخواهد شد هرگز. اینو فرض کردم. چون ذهن من با این ساختار آشناتر است. یعنی اگر من بخوام جهان خارج رو درک بکنم، این گونه راحت‌تر میتوانم درک بکنم. من بی ابتدا رو نمیتوانم تصور بکنم. بی انتها رو میتونم تصور بکنم. بی ابتدا رو نمیتونم تصور بکنم. چرا؟ چون الان من هستم. ببینید این اثبات نیست ها. هیچ کسی در طول تاریخ نتونسته محال بودن تسلسل رو اثبات بکنه. هر اثباتی که برای محال بودن تسلسل هست، توش از خود محال بودن تسلسل استفاده شده. حالا بذارید من بحث اثبات‌های محال بودن تسلسل رو قسمت دیگه‌ای با هم دیگه بحث بکنیم. شاید هم بحث نکردیم چون مهم نیست. خودتون که نگاه بکنید کاملا متوجه میشید که اینا دارن از خود محال بودن تسلسل توش استفاده میکنن. ولی این رو من فرض کردم. فرض یک گزاره است که ما نه اثباتش میتونیم بکنیم، نه میتونیم ردش بکنیم. مثل همین که آیا ما جرممون در جهان هستی نامتناهی یا متناهی. اینو ما فعلا تا الان، تا زمان حاضر، نه توانستیم اثباتی براش بیاریم، نه توانستیم ردی براش بیاریم. ما فعلا تصور میکنیم که جرم جهان هستی متناهی باشه، اگرچه که زیاده، ولی متناهی باشه. چرا؟ چون که ذهن ما جرم نامتناهی براش دشواره که بخواد تصور بکنه. گفتم که ذهن ما کلا با نامتناهی مشکل داره، نمیتونه تصور بکنه. تا زمانی که چیزی بیاد این فرض ما رو بخواد عوض بکنه، فرض ما بر اینه که جرم جهان متناهی است، فرض ما بر اینه که تسلسل در علت ها محاله. یعنی ما نقطه شروع لازم داریم. ما نمیتونیم علت ها رو تصور بکنیم که همینجوری بره تا عقب. ما یا باید مرغ شروعمون باشه یا باید تخم مرغ شروعمون باشه. ما نمیتونیم تصور بکنیم که هر مرغی از تخم مرغ در اومده باشه، هر تخم مرغی از مرغ در اومده باشه. این برای ما غیر قابل درک هست، غیر قابل هضم هست. ما نمیتونیم تصور بکنیم که سربازها شلیک بکنن در صورتی که هر کدوم شلیکش متوقف بر شلیک قبلی باشه و این شلیک صورت بگیره. اینو ما نمیتونیم درک بکنیم. ببینید تسلسل رد نشد به صورت استدلالی، اثبات هم نشد به صورت استدلالی. این تسلسل که خودش قابل اثبات رد نیست، محال بودن تسلسل میگم. محال بودن تسلسل در جهان خارج بین چیزهایی که با هم دیگه رابطه علت و معلول دارن نه اثبات شد نه رد شد. ما اینجا میمونیم، باید یک فرضی برای خودمون داشته باشیم.
من برای خودم فرض کردم که تسلسل محال است در علی و معلولی، در جهان خارج محال است تسلسل. چرا؟ چون این مطلب با ذهن من سازگارتر هست. شاید اگر نوع تفکر من، نوع ذهن من به گونه دیگری می بود و من میتونستم این مطلب رو تصور بکنم، میگفتم نه تسلسل محال نیست. ولی تا الان که ذهن من این گونه هست، تا زمانی که دلیلی برای اثبات یا رد محال بودن تسلسل ارائه نشود، ما فعلا این فرض رو داریم و بهش احترام میگذاریم و از اون به عنوان گزاره صادق در استدلال هامون استفاده میکنیم. ما فرض میکنیم که تسلسل محاله و با همین فرض محال بودن تسلسل در برهان دنیای مجازی ثابت کردیم که خدا نیست. کسانی که برهان دنیای مجازی رو ندیدن میتونن مراجعه بکنن. ما در برهان دنیای مجازی، میگم کلیپ 16-17 بود، اونجا اثبات کردیم که خدایی وجود ندارد. ما این رو فرض کردیم که بی نهایت دنیای مجازی درون همدیگه وجود ندارد. چرا؟ چون هر دنیای مجازی نسبت به دنیای بالای خودش رابطه علی داشت، یعنی باید اون می بود تا این دنیای مجازی درون اون یکی بتونه به وجود بیاد و ما نمیتونستیم این رو بی ابتدا تصور بکنیم. مجبور بودیم یک ابتدایی براش در نظر بگیریم، یک جهان واقعی در نظر بگیریم و بعد بقیه جهانهای مجازی رو درون اون تصور بکنیم و ثابت کردیم که در دنیای واقعی خدا وجود ندارد. اینو میتونید به برهانش مراجعه بکنید. پس ما برای اثبات عدم وجود خدا از خود محال بودن تسلسل استفاده کردیم. ما تسلسل محال بودن برامون خوبه، بد نیست. و کسانی که میخوان محال بودن تسلسل رد بکنن، اینا در واقع فکر میکنن که اگر تسلسل محال باشه خدا ثابت میشه. اینجوری نیست. شما یک برهانی رو بیارید، من الان پذیرفتم که تسلسل محاله، که با این مقدمه بیاد ثابت بکنه که خدا وجود داره. هیچ برهانی نیست. این اگر شما بپذیرید که تسلسل محال است، خدا اثبات نمیشه، اتفاقا خدا رد میشه. اگه ما بخوایم آمار بگیریم از مردم عادی دنیا و ازشون بپرسیم که آیا امکانش هستش که مرغ از درون تخم مرغ اومده باشه بیرون و تخم مرغ از درون مرغ اومده باشه بیرون و این هیچ ابتدایی نداشته باشه، بیشتر مردم دنیا این رو نمیتونن تصور بکنن. میگن نه، این تصورش عجیبه، نمیتونیم ما اینو تصور بکنیم. پس این فرض خوبی است، فرض بدی نیست. فرضی است که مطابق ذهنیت بیشتر انسانهای عاقل در جهان هستی هست. دور هم مطلب بسیار مشابهی داره نسبت به تسلسل، اصلا مطلب مهمی نیست. در یک جمله اگه بخوام بگم، همانطور که در علتها اینها بیان میکردن که تسلسل محال است، یعنی میگفتن اگر هر چیز بخواد متوقف بر چیز قبل از خودش بشه، الان این چیز به وجود نمیتونه بیاد، پس این که الان این هست یعنی یک ابتدایی داشته، همینطور میگن ما دور در علتها رو هم نمیتونیم داشته باشیم. یعنی نمیشه هر چیزی متوقف بر قبلی باشه و در نهایت این آخری به اولی برسه و ما این مجمع رو داشته باشیم. همون سربازا رو در نظر بگیریم، فرض کنید حلقوی وایسادن، هر کسی بگه من زمانی شلیک میکنم که بغلیم شلیک بکنه، خب قطعاً شلیک رخ نمیده، چه تعداد سربازها محدود باشه چه تعداد سربازها نامحدود باشه، در هر صورت شلیک اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما دور رو هم میتونیم بپذیریم، فرضش رو که محال هست. ولی باز گفتم در چیزهایی که نسبت به همدیگه ارتباط علی و معلولی دارن، خود همین دور که به صورت عادی که محال نیستش، بالاخره شما یه دایره رو که کشیدید دور دیگه، اینا هر نقطه با نقطه بغلیش ارتباط داره، اینا هم یه دورن. وجود چند تا چیز به صورت دور کنار همدیگه، چه محدود چه نامحدود، که محال نیست. وجود چند تا چیز کنار همدیگه به صورت سلسله، چه محدود چه نامحدود، که محال نیست. یعنی این رو که ما راجبش اشکالی نداریم، اینا ما میتونیم براش مثال ارائه بکنیم. اینکه اینها با همدیگه ارتباط داشته باشن، اینکه ارتباطشون به صورت علت و معلول باشد، این یک مقداری ذهن ما رو اذیت میکنه و ما مجبوریم فرض بکنیم که این محال وجود داشته باشه. گفتم فقط فرض، روش دارم اصرار میکنم. یک سری برهان هایی ما داریم که محال بودن دور رو از روی محال بودن اجتماع نقیزه میاد اثبات میکنه. یعنی به عبارت دیگه دور محال بودنش یک مقداری منطقی تر و استدلالی تر از محال بودن تسلسل هست. بسیار خوب، اشکالی نداره. یعنی ما فرض کردیم که دور و تسلسل محال است، ایده میان میگن که ما میتونیم برای محال بودن دور استدلالی رو هم ارائه بکنیم که بگیم اگه دور محال نباشه اجتماع نقیزه این رخ میده. یعنی شیء الف باید هم باشد هم نباشد، هم باشد که بتونه سرآغاز این چرخه باشه و هم نباشد چون که انتهای چرخه هست، از یک زاویه ابتدای چرخه هست پس باید باشد تا بعدی به وجود بیاد، از یک زاویه اگه نگاه بکنیم انتهای چرخه هست پس نباید باشد تا قبلش به وجود آمده باشه، به نوعی اجتماع نقیزه میشه. یک جوری انگار سعی دارن که از روی محال بودن اجتماع نقیزه ثابت بکنن که پس دور محال است. بسیار خوب، این کمک به ما میشه، فرض ما رو تقویت میکنه. یعنی میگن که ما لازم نیست اینو فرض بکنیم، ما همین که فرض بکنیم اجتماع نقیزه محال است، از روی اون میتونیم که اثبات بکنیم که دور محال است. حالا ما خیلی هم با دور توی برهانهای خودشناسی کار نداریم، اینو معمولا میگن که مخاطب نتونه به این قسمت اشکال بکنه، یعنی بگه حالا تسلسل نباشه پس دور چی، ممکنه دور باشه. ولی خب عمده اشکال ها معمولا به تسلسل برمیگرده. گفتم تسلسل اصلا مسئله مهمی نیست، یعنی چه تسلسل محال باشه چه تسلسل محال نباشه، برهانهای خودشناسی ربطی به محال بودن دور تسلسل ندارند. یعنی اگر تسلسل واقعا هم محال باشد، برهانهای خودشناسی اثبات نمیشود. اما همین رو میگم، خیلی ها خوب متوجه نشدن، یعنی بسیاری از افرادی که برهانهای خودشناسی رو خواستن رد بکنن، اومدن روی تسلسل اشکال وارد کردن، درسته که به جای بدی اشکال وارد کردن. یعنی تسلسل خراب بشه
بشه، چیزی از برهان کم نمیشه و اتفاقا به ضرر ماست. یعنی ما رد خدا رو از دست میدیم. و کسانی هم که میخواستن خدا رو اثبات بکنند، چون دیدن که منتقدان بیشتر دارن تسلسل رو میزنند، سعی کردن برهانهایی رو ارائه بکنن که توش از تسلسل استفاده نشود. حالا مثلا همین برهان وجوب امکان که ما داریم راجعش بحث میکنیم، یک تقریر اینا ازش ارائه کردن که ادعا میکنن تو این تقریر از تسلسل استفاده نشده، که مثلا بگن آره شما تسلسل رو دارین رد میکنید، ما اومدیم این نقطه ضعف برهان رو هم ازش جدا کردیم و برهان بدون تسلسل ارائه کردیم. حالا گفتم هرچند که واقعا نتونستن موفق بشن این کار انجام بدن و در واقع تسلسل استفاده شده توش، اما به هر حال اصلا مهم نیست واقعا چه تسلسل استفاده کرده باشن چه تسلسل استفاده نکرده باشن، ما میپذیریم که تسلسل محال است. ما این رو فرض میکنیم تسلسل محال است. شما با این فرض بیان اثبات بکنید که خدا وجود داره، شما نمیتونید این کار انجام بدید. ما محال بودن تسلسل رو تا آینده ای که یکی از طرفین بتونه اثبات بکنه خودش رو فعلا فرض میکنیم و در تمام مباحثی که تا حالا داشتیم این رو فرض کردیم، از الان به بعد هم این رو فرض خواهیم کرد. امیدوارم که مطالب براتون کاملا واضح و روشن شده باشه و امیدوارم که همواره در زندگی در پرتو خرد و دانش رفتار بکنید، حرکت بکنید، زندگی بکنید و همواره شاد و سربلند و پیروز باشید. بدرود.